سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیو ممکنه طولانی و همچنین پیچیده باشه. حتما به تمامی مراحل دقت کنید و ویدیو رو تا آخر ببینید. هیچ کدوم از این مراحلی هم که توی ویدیو براتون توضیح میدم برای کامپیوترتون ضرری نداره. با کلیدهای ترکیبی وین و آر پنجره ران رو باز کنید و تمپ رو سرچ کنید. گزینه اینتر رو بزنید و تمامی فایل هایی که داخل پوشه تمپ هست رو پاک کنید. من شیفت دیلیت میزنم که به صورت کامل فایل ها پاک بشن. اگه احیانا فایل یا سیستم بهتون اجازه نداد پاک کنید، اسکیپ کنید و ازش بگذارید. دوباره وارد پنجره ران میشیم و این بار درصد تمپ درصد رو میزنیم و باز هم تمامی فایل های رو سلکت میکنیم و این مرحله قبل پاک میکنیم. من دوباره شیفت دیلیت میکنم که همشون یک کله پاک بشن. باز هم اگه فایلی اجازه نداد ول کن. دوباره به پنجره ران برمیگردیم و پریفچ رو سرچ میکنیم و گزینه اینتر رو میزنیم. اینجا سیستم ازمون اجازه میخواد، اجازه رو بهش میدیم و باز هم این مراحل قبل تمامی فولدرها و تمامی داکیومنت هایی که وجود داره تو این فایل رو پاک میکنیم. من دوباره شیفت دیلیت میکنم و باز هم اگه فایلی رو اجازه نداد اسکیپ میکنیم و رهاش میکنیم. تمامی این فایل های به در نخور سیستم هم. به خاطر همین ریسایکل بینم پاک میکنیم که هیچ فایل اضافی روی سیستممون نباشه. با کلیدهای ترکیبی کنترل، شیفت و اسکیپ میتونیم تسک منیجر رو باز کنیم. بعد از اینکه تسک منیجر باز شد میریم به ستارتاپ و نرم افزارهایی که مورد نیاز نیستن رو دیسیبل میکنیم. من یه سری نرم افزار رو دیسیبل کردم، اینا هم هنوز اینیبلن چون نیازشون داریم. چجوری باید یه نرم افزار رو دیسیبل کنید یا اینیبل؟ راست کلیک میکنید اینیبل، راست کلیک میکنید دیسیبل و همین راحتی و باعث میشه سرعت سیستمتون خیلی افزایش پیدا کنه. میرید توی دیسپیسی پرپرتیز رو با میکنید روی فولدر سی و دیس کلین اپ رو میزنید. سیستم شروع میکنه به پاک کردن فایل های اضافی درایو سی و ممکنه یک چند دقیقه این مرحله طول بکشه. بعدش یه پنجره باز میشه و از اینجا کلین اپ سیستم فایل رو میزنید و باز هم ثبت میکنید سیستم فایل های اضافی رو پاک بکنه. این مرحله هم ممکنه چند دقیقه طول بکشه. بعد از اون آخرین صفحه باز میشه، اوکی، و دیلیت فایل رو میزنید و تموم میشه. حتما این کار رو برای تمامی درایور هاتون انجام بدید. دوباره برمیگردیم، راست کلیک میکنیم، از تولز و اپتیمایز رو میزنیم و ثبت میکنیم که درایومون اپتیمایز بشه. تمام کاری که بعد انجام بدیم همین. الان سیستم من به شدت سریع شده. امیدوارم مال شما هم همین اتفاق افتاده باشه. یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید و ویدیوهای بعدی ما رو دنبال کنید.